عمه جونم کارایی میکنه ها. دیروز 4-5 کیلو باقالی پوست کرده فرستاد اینجا. مگه ما چند نفر؟ مادر جون دیگه کاریش نمیشه کرد. سیب پوست بکنم براتون؟ نه قربان برم دست درنه. اونا چیه خاله؟ یه سری اسناد و مدارک قدیمی. عقدنامه مادر بزرگ و پدر بزرگت هم توشه. کدومشه؟ اون آخریه. آخه چه بامزه است. دیروز با مامانت یاد گذشته ها میکردیم. کارنامه اونم اونجاست، دیدی؟ بله دیدم اونا رو. همه این نمره هاش 20 بود. لج منو در می آورد. فکر کنم خیلی خرخون بوده نه؟ آفرین. منم همیشه همینو بهش میگفتم. البته بین خودمون بمونه، منم خرخونی میکردم. ولی هیچ وقت درسام به خوبی اون نبود. اینا چیه خاله؟ پشت قباله است؟ آره. زمینای جدید کشف کردین یعنی؟ جدید نیست. زمینه و باقای گلشن آباده. چی؟ زمین حوض و باقا دیگه. اونا رو که با آوازوی بخشیده بود به آقا جون، آقا جون هم وقفشون کرده بود. الان واسه حاج آقاست و واسه حاج آقا میمونه. یعنی خاله شما با این برگه میتونی مدعی بشین که این زمینه مال مادر بزرگ بوده؟ کی میخواد چنین چیزی رو مدعی بشه؟ اینا همه در اختیار حاج آقاست. باقیات صالحات واسه خانواده انصاری. مامانم هم راضی شده یعنی؟ گفتی مامانم. دوستش داری خاله، قایم نکن. جوابم ندادی خاله. معلومه راضی شد. اون که تا رسید رفت دنبال ارث و میراثش. تو در مورد مادرت اشتباه قضاوت میکنی. خدا هر ایرادی داشته باشه نمک نشناس نیست. به حاج آقا ارادت داره و بهش مدیونه. نمیخواد خاطرش مکدر بشه. پس شما منو احضار کردین اینجا تا به بهانه این برگه ها رابطه ما رو اصلاح کنین نه؟ نه. به من چه ربطی داره؟ ولی باید یه چیز رو اعتراف کنم. یه چیزایی هست که ما خیلی زودتر بهت میگفتیم. شاید قبل از اینکه مادرت بیاد. چی مثلا؟ به خاطر بابات خیلی چیزا رو برات تعریف نکردیم. چه ربطی به بابام داره؟ رابطه پدر و مادرت اونجوری که تو فکر میکنی و همه برات تعریف کردن نبوده. شما هیچی نمیدونی. سعید رفته. همین. خودم بهش گفتم بره. بره تا منم اوضاعم سر سامون بگیره. هدا جان رفته که دیگه بر نگرده. این حرفا رو مام بابا یاد دادم بهم بگی که ازش دل بکنم. اصلا چرا با تو همچین حرفی بزنم؟ سعید به بهونه درس خوندن رفته تهران. در واقع رفته با دختر خالش ازدواج کنه. سعید از من قول گرفت منتظرش بمونم. هدا جان سعید میخواست داماد حاج حبیب بشه که به یه نون و نوایی برسه. همینطور یه تیری تو تاریکی انداخت که نشد. قول و قرارشون اصلا قبل از سربازی گذاشته بودن. قرار شد بره سربازی برگرده با هم ازدواج کنن. بعد که میاد تو رو میبینه و میفهمه دختر حاج حبیبی که بازار به سرش قسم میخوره، همه اون قول و قراراش هم یادش میره. الانم از من خواسته ازت معذرت خواهی کنم. راستشو بگو داوود. در واقع داوود داره از طرف خودش عذرخواهی میکنه، وگرنه سعید چیزی نگفته. اگه چاپ نمیکردم باور میکرد. ترسم باز یه کاری دست خودش بده. نمیده. الان دیگه همه چی تموم شده رفته. سادگیش این سادگی تو هم داره.
سلام دخترم، اتفاقی افتاده؟ سلام آقا جون. آقا جون من از خونه خاله زهره میام، یه چیزایی برام تعریف کرده از گذشته. انشالله که خیره. در مورد چی؟ در مورد بابام، در مورد رفتارش با مادرم. خداوند همه اسیران خاک رو بیامرزه. آقا جون این چیزایی که شنیدم راسته؟ دست پدرت از این دنیا کوتاه. براش نماز بخون، خیرات بده که بارش سبک بشه. جواب من یک کلمه است. اگه این چیزایی که من شنیدم راست باشه، توی این همه سال همه تون به غفلت من کمک کردیم. من چی میتونم بگم دخترم؟ من پشت سر مرده چی میتونم بگم؟ پس راسته، پدرت مرد بدی نبود، اما مرد زن نگه داشتن هم نبود. یعنی راهشو بلد نبود. چون راهشو بلد نبود بعد رو مادر من دست بلند کنه؟ براش دعا کن خداوند اشتباهاتش رو به ثوابش ببخشه. به هر حال طلاق چه خوب چه بد زندگی آدم ها و بچه ها رو تغییر میده. تو هم الحمدلله گذشتت رو سپری کردی دیگه، نظر دلت سیاه بشه دخترم. حالا برو خونه پیش نجم خانم، من میام اگر خواستی مفصل حرف بزنم. برو دخترم. چشم، خداحافظ. سلام، چه خبر خانم؟ سلام، خدا بگم چی کارت بکنه داوود. از وقتی مائده رفت همش دارم به خودم نفرین میفرستم. براش تعریف کردی؟ آره، حسابی هم به هم ریخت. عیب نداره، این به هم ریختگی واسهش خوبه. ما که از هر دری وارد شدیم آشتیشون بدیم که نشد. بالا چه میدونم؟ بسپرش به من. فردا پس فردا هدا بر میگرده، اون وقت ما هی به خودمون لعنت میفرستیم که چرا اصل ماجرا رو به مائده نگفتیم که مادرشو بهتر بشناسه. چایی میخوری؟ نه. سلام هادا جان، خوبی؟ مائده پیشت نیومد؟ من یه کاری کردم، نمیدونم اصلا درست بود یا نه. تلفن تو چرا جواب نمیدی؟ با محمد حسین حرفت شده؟ نه. پس چته؟ چه اینجوری؟ هیچ. بذار سر به برنج بزنم الان میام. تو دوستشی؟ از هر شنوی داره باش حرف میزنی؟ گوشش بخون، اگه برای تلی هم نشود یکی دیگه. بابا قطعی خواستگار که نیست. بچه‌م تو این چند روزه یه چشش اشک یه چشش خون.
میگه یا برسلی یا هیچکس. بهش بگو الحمدلله ایو ایرادی نداری که. جهازتم که تکمیل خدا رو شکر. پس اینقدر هنز و جز نکن. من برم به کارم برسم. مزاحم حرفای شما هم نشم. گفتی با برات علی حرف زدی بعدش چی شد؟ حرفتون عوض کردین؟ باش. من اصلا نفهمیدم. رفته بشه بابام گفته هم میخواد سر زمین کار کنه هم درسش رو ادامه بده. به نظرتون میشه همچین چیزی؟ نمیدونم. به نظر من که نمیشه. برات علی عاشق حوزه است. اگه میخواست یه طلبه معمولی بمونه شاید میشد. ولی اینجوری نمیشه. تازه کلی هم واسه خودش برنامه داره. همیشه هم میگفت میخواد تا قبل 40 سالگی اجتهادشو بگیره. گوشت به منه؟ آره. آره معلومه. پاش برو خونه تو مایده پاشو. داری اعصاب منو اینجوری خورد میکنی. امروز یه چیزایی در مورد مامانم شنیدم. باورم نمیشه. چی؟ که تو زندگیش چقدر سختی کشید. تو این همه سال نه خودش نه بقیه هیچکس واقعیت رو به من نگفته. چرا؟ نمیدونم. شاید ترسیدن حسم نسبت به بابام عوض بشه. تو خودت هم باش حرف زدی؟ نه هنوز. اصلا روم نمیشه تو صورتش نگاه کنی. مادر بهش تن نگیره. مادر باش حرف زدی؟ نه. پس چی دارین با ساعت در گوش هم پش پش میکنید؟ جلیل. آقا جلیل خونه ای؟ سلام. سلام خوبی؟ کجا رفته بودی؟ رفتم خرید. این مغازه سرکوچه نداشت، رفتم از یه جا دیگه خریدم. تو چرا اینقدر زود اومدی خونه؟ ناراحتی میخوای برگردم؟ نه نه منظورم این نبود. بشین بشین، نهار آماده است. نهار؟ ببین چه نهاری درست کردم. بیام کمکت کنم؟ نه. کتابای کنکورت دیدی؟ چرا؟ به به چیکار کردی؟ از امروز باید بشینی پای درس. نمیخوام همه وقت به رفت و روف بگذره. بفرما. دستت درد نکنه. برای خودت هم بکش دیگه. برای من دیر نمیشه. بذار برات بکشم. تو باید کنکور قبول شی. از امروز تا وقتی کنکور قبول شی آشپزی با منه. نمیذارم دست به سیاه‌سفید بزنی. خواهم ببینم دیگه چه بهانه‌ای داری که بری پیش این و اون، زندگیمونو بریزی رو دایره. حاج آقا شهیدی این و اون نیست. گفتم باید حرف بزنه بلکه درست بشی. یعنی آدم شما؟ اگه آدم نبودم که نمیگرفتمت. آبروی خانواده تو خریدم بدبخت. بعد میری پشت سر من حرف میزنی؟ من شوهرتم. من خرو بگو که گفتم شوهرمی، بعد خودم همه چی رو بهت بگم. اصلا ولش کن. باش. غذا تو بخور. من نمیخوام کنکور قبول شی ها. بیا.
بیا قصد تو بخون. همه کار رو من انجام میدم. آشپزی من میکنم. تو درس تو بخون. کنکور با قبول شیا. بیا. بیا میگم قصد تو بخون. خریدم من میکنم. نکن. بخور. نکن. بهت میگم بخور. بهت میگم بخور. بهت میگم بخور. چی شو؟ من نمیخوام کنکور قبول شی. بیا قصد تو بخور. بیا میگم. بیا اینجا. بیا کتابات. درس تو بخون. بیا اینجا ببینم بیا همه نکن. بیا. سلام حاج خانم، انصاری هستم، پدر هودا. سلام حاج خانم، خوب هستین؟ حاج خانم خوبن؟ خیلی ممنون، به مرحمت شما. میتونم خواهش کنم در رو باز بکنین؟ بله حتما، بفرمایید. خیلی ممنونم. سری به ما بزنی، خودم اومدم پیت. تو با خودت نمیگی ما دلمون برای تنگ میشه؟ هدا خانم، دخترم، تا نبینمت از اینجا نمیرم. آره آقا جان، دلم برا تنگ شده، باید ببینمت. بشکن اون دستی که این بلا رو سر تو آورده. آقا شما خودتون رو بزنین جای من. گردنم بشکنه اگه جای تو باشم. آقا من هدا رو دوست دارم، ولی بعضی وقتا یه کارایی میکنه آدم قاطی میکنه، مجبورم میکنه یه غلطی کنم که بعدا خودم هم پشیمون میشه. اون غلطی که حرفشو میزنی بدن دختر منو کبود کرده. آقا غلط بکنم دیگه دست روش بلند کنم. جای زخم زبوناتو چی کار میکنی؟ ازش عذرخواهی میکنم آقا. دستم بشکنه که دختر نازکتر از گلمو سپردم به دست تو. آجاقا همه ی زن و شوهرها دعوا میکنن. خام ظاهر موجه شدم، خام خونواده درست درمونت شدم. خدا از سر تقصیرات من نگذره که چشمم رو درست باز نکردم. حالت خوبه؟ خوبه. کی بهت گفت من اینجا؟ منم وقتی دلم میگیره دوست دارم یه جایی برم تنها باشم، کسی نباشه دل داریم بده.
درست دختر خوبی هستی، ولی توی یه مورد به خودم رفتی. نمیدونم از دست دلخور باشم یا نه. چرا نباشی؟ چرا همه چیز خودت به هم نگفتی؟ میگفتم که چی بشه؟ که تو این چند روزی هستم با هم مهربون باشی؟ من یه مدتی اینجا هستم، برشم دارم میرم. نمیخواستم وقتی میه پیش پدرت دلت چکیم باشه. نمیدونم چرا انقدر اذیتت کرده. اونم مثل همه آدم های دیگه بود، مثل همه آدم های دیگه اخلاق خوب و بد داشت. فقط اخلاق خوبش نصیب تو شد، اخلاق بدش نصیب من. برای من بابای خوبی بود، هیچ وقت به حرفاش شک نکردم. یعنی راستش هیچ وقت به چیزایی که در مورد تو میگفت حتی فکرم نکردم. تو یه چند سالی بابای خوبی داشتی. شاید اگه حقیقت رو میدونستی اون باقی نه با من داشتی نه بابا. خدا جان، خدا جان، چیکار میکنی؟ چیکار میتونم بکنم بابا؟ نمیخوای باش حرف بزنی؟ اگه حرف زدم فایده داشت، حالا مشکلاتمون حل شده. دیگه نمیتونم باش زندگی کنم بابا. حلالم کن آقا جون، هم من حلال کن هم مادرتو. خودم همه چی رو درست میکنم. دوباره میری مدرسه، میری دانشگاه، همونطور که دوست داری زندگی میکنی. کاشو برو باش حرف بزن آقا جون. دختر گلم، بنده خدا بغض کرده نشسته دو ساعت خیره شده به گل قالی. پاشو بودا جون. بودا نمیخواد باهاش زندگی کنه. زن و شوهر دعوا کنند ابلهان باور کنند. مگه طلاق علکیه؟ عرش خدا به لرزه میفته. خودش طلاق گذاشته که اگه دو نفر نتونستن با هم زندگی کنن، به عنوان آخرین راه حل بهش پناه ببرن. بودا جون قربونت بشم، به فکر خودت باش، به فکر آیندت باش. اگه طلاق بگیری مردم پشت سرت چی میگن؟ من به خاطر حرف مردم باید خودم رو بدبخت کنم؟ لجبازی تو بدبختت میکنه. سلام. چی شده؟ چرا رنگت پریده؟ جواب آزمایش رو گرفتیم، بار داره. الهی قربونت برم، شلو مبارکت باشه. خدا جان مبارک باشه ماما. خدا جان وقتی من نمیخوام باهاش زندگی کنم، بچه بیارم که چی بشه؟ این چه حرفیه؟ این بچه مال خودته. شاید اخلاق جلیلم عوض بشه. اخلاقش هم عوض بشه، ذاتش عوض نمیشه. خدا جان شاید بچه باعث بشه زندگیتون سر سامون بگیره. من این بچه رو نمیخوام. کف نگو دختر، الان تو مادری، باید مواظب حرف زدنت هم باشی. ماما به خدا دیگه یک ثانیه هم نمیتونم باهاش زندگی کنم. داری به خودت تلقین میکنی. این بچه شاید باعث بشه جلیلم آدم بشه. بچه که باعث باشه زندگیتونم قرص و محکمتر میشه. زختش میکنم، بعدم از جلیل جدا میشم. این بچه الان روح داره. میدونی با این کارت مرتکب چه گناه کبیره ای میشی؟ بیا بیا تو، خیلی خوش اومدی. همینجا بایی سلام برمیگردم.
اگه گفتی چی گرفتم؟ دوستش داری؟ قشنگه؟ خب جواب بده، میگم دوستش داری؟ خدا من دیگه عوض شدم، آدم شدم، دیگه اذیتت نمی کنم. جلیل به درست زندگی کنیم، ما الان دیگه پدر مادری. خواهید میدونی من جونم واسه اون بچه در میره. من دیگه اون جلیل سابق نیستم، عوض شدم خدا. فقط تو هم بشین سر خونه زندگی دیگه، اینقدر قور نزن، همش نشستی یه گوشه گریه میکنی. من علکی گریه نمیکنم. خب گریه میکنی دیگه، گریه نکن خدا، واسه بچه بده ها. خدا خدا گریه نکن، ده بهت میگم گریه نکن دیگه. این بچه هم باید میفهمی چه مادر مزخرفی داره که اونم فهمی. دیگه پشت گوش تو دیدی من کجا داری میری؟ میگم کجا داری میری؟ بچه رو کجا میبری؟ بیا اینجا بینم بابا. عاشق فرید ممکنه یه لحظه تشریف بیارید؟ بله آقا. من میخواستم یک مزاحمتی برای شما ایجاد بکنم. خواهش میکنم، در خدمتم. پدر شما کجا کار میکردن؟ بابا تو وزارت علوم هستن، از معاونین اونجا. بله بله، ممکنه که شماره تلفن ایشون رو به من بدید؟ بله آقا. ببخشید میپرسم، مشکلی پیش اومده؟ نه من با ایشون یه کاری داشتم، میخواستم فقط باشون صحبت کنم. حاج آقا اگر قضیه مخالفت ایشون با طلبگی بنده است، این موضوع حل شده، الان دیگه همه منتظرم من معمم شده برگردم. نه خدا خیرشون بده. نه یک امر خیره، میخواستم با ایشون صحبت بکنم. همین، دست شما در خدمت شما. جزاکم الله خیرم. جزاکم الله خیرا. وقتی حاج آقا واسه کسی آستین بالا میزنه یعنی اینکه تو ناسیهش یه چیزی خونده. احسن. نمیدونم والا، انگار سرنوشتم دست خودمون نیست. همین که حاج آقا واسه پا پیش گذاشته یعنی شیخ و شیوخ. بابا حجبیات میگی، من اصلا آمادگیشو ندارم. کاری نداره، شما به عبوی میگی وقتی حاج آقا زنگ زد بگی که شما میخوای ادامه تحصیل بدی. حالا این مسخره بازی در بیا، بگو چیکار کنم. همین که گفتم دفع خطر محتمل عقلن واجبه. خطر بجونی کی افتاده؟ شیخ و شیخ عاشق دکتر رفت قاطی مرغا. شوخی میکنم. باور کن عاشق فری چه بی سر صدا. یه باش بدونی بابا یه چیزی میگه مبارک بشه. زندار شده. به متعلقی سلام ما رو برسونین. آقا داوود چندان در جریان پروژه شما نبود، اما با توضیحات دست و پا شکسته که دادن به نظرم رسید تحقیقتون در ارتباط با مسائل ژنتیکه، درسته؟ بله درسته. البته پروژه نیمه کاره مونده و اونجا الان یه عده‌ای منتظر من هستن که برگردم تکلیفشون رو مشخص کنم. راستش رو بخواید خودم نمیدونم چی کار میخوام بکنم. سوالی که من دارم اینه که اگر شرایطی فراهم بشه که شما بتونید این پروژه رو، تحقیقتون رو در ایران انجام بدید، آیا تمایل دارید؟ حاج آقا پروژه من هزینه سنگینی داره. من البته صلاحیت قضاوت کردن در این مورد رو ندارم، اما امروز با پدر یکی از طلبه ها که در وزارت علوم سمتی داره صحبت میکردم، گفتم بهشون که پروژه‌ای هست در ارتباط با مسائل ژنتیکیشون، چندان بی تمایل نبودند.
شما لطف دارید، ولی کار کردن تو ایران شرایط خودشو داره. اگرم پولی داده بشه مطمئناً شرایط رو تعیین میکنن که دست و پای منو میبنده. شما ماشاءالله طوری حرف میزنید که انگار توی ایران کارهای تحقیقاتی انجام نمیشه. من پیشنهاد میکنم شما یک تماسی با ایشون بگیرید، شرایطتون رو توضیح بدید، شاید بتونن کمکی بکنن. چشم. خانم عزیز، من ازتون خواهش کردم که دیگه با ما تماس نگیری. این بارم نمیخواستم تماس بگیرم، فقط دلم براتون سوخت، چون میدونم افتادین توی باطلاقی که فقط همین یکی دو روز فرصت داری خودتون رو بکشین بیرون. دست شما درد نکنه. ممنون که به فکر ما این، ولی بهتون گفتم این مسئله اصلا به من مربوط نمیشه، به آقای مرادی مربوطه که ایشون خودشون هم تو چند روز آینده میاد ماجرا رو حل میکنه. ایشون اومدن بهشون هم توضیحات داده شد. خب شما که کار خودتون رو کردین، پس دیگه مسئلهتون چیه؟ شما مثل اینکه متوجه نیستین من چی میگم. این آخرین باری که دارم بهتون هشدار میدم. دست درد نکنه دخترم. اگه فردا تشریف آوردین که هیچ. اگه نه من نمیام بالا. اجازه بدم به دادگاه. خانم مسعودی، منو تهدید نکن. هر کاری که صلاح میدونی بکن. چیزی شده؟ نه، چیزی نیست. تو برو، من خودم میام. زود بیا. اینجا